در برنامه امروز در این باره سخن میگویم که چرا در زبان علمی نوین فارسی اختر و ستاره به یک معنا نیستند. در اخترشناسی کهن، یعنی حتی تا سده 17 و اختراع تلسکوپ، هر آنچه در آسمان شب دیده میشد ستاره یا اختر نام داشت. منتها انسان میدید که در میان همه ستارگان آسمان 5 جای خود را نسبت به ستارگان ثابت تغییر میدهند. اینها عبارتند از تیر یا عطارد، ناهید یا زهره، بهرام یا مریخ، کیوان یا زحل و هرمز یا مشتری. یونانیان این 5 خاص را استرس پلنتای میگفتند، به معنای ستارگان سرگردان. واژه استرس یعنی ستارگان کم کم افتاد و پلنتای سرگردان باقی ماند، در فرانسه و انگلیسی پلنت. بعدها که مسلمانان اخترشناسی را از یونانیان آموختند، پلنت را سیاره ترجمه کردند. ایرانیان هم در زمان ساسانیان مانند دیگر فرهنگ ها به هر آنچه در آسمان بود ستاره یا اختر می گفتند. در کتاب پهلوی بندهش واژه اختر نه تنها مترادف ستاره ثابت است، بلکه به جای صورت فلکی یا هر یک از برج‌های 12 منطقه البروج هم به کار می رود. در بندهش همچنین اختر شمار و ستاره شمار به طور مترادف به کار رفتن. همچنین در فارسی ستارگان ثابت را بیابانی نامیدند. ابوریحان بیرونی در عطفی میگوید ستارگان ایستاده، مقصودش ثابت است، آنند که بر همه آسمان ها پراکندند، چنان که یکی به دیگری نزدیکتر و دورتر نشود، و به پارسی ایشان را بیابانی خوانند، زیرا که گم شده بدان راه باز یابد به بیابان و اندر دریا، و ستارگان رونده آن هفتند و این روندگان یک به دیگر و به ثابته نزدیک همی شوند و دور همی شوند. برخلاف آنچه ابوریحان بیرونی میگوید، این بیابانی ربطی به بیابان و دریا ندارد. این بیابانی در اصل در پهلوی اویا وانی به معنای نابیابانی، به معنای ناسرگردان بوده است. پیشوند نفی ا در فارسی افتاده و بیابانی باقی مانده است. در پهلوی بیابان دو معنا دارد، یکی همان بیابان فارسی است و دیگر به معنای سرگردان، گمراه. مصدر هم دارد، بیابانیدن به معنای سرگردان کردن، گمراه کردن. بگذاریم. در فارسی کلاسیک هم مانند پهلوی اختر و ستاره مترادف یا همچمند. ده خدا در برابر اختر به درستی توضیح می‌دهد مطلق ستاره، جرم فلکی، یکی از اجرام آسمانی. اینکه ستاره و اختر یکی‌اند در ترکیب‌های اخترشناس و ستاره‌شناس دیده می‌شوند که به یک معنا به کار رفتند. فردوسی: نشستند گردندرش موبدان، ستاره‌شناسان و هم بخردان. مقایسه کنید با کاربرد اخترشناسان: ز هر کشوری گرد کن بخردان، ز اخترشناسان و از موبدان. اگر بر یکی بودن اختر و ستاره در زبان فارسی سنتی پافشاری میکنم، برای این است که ادعا شده که در پهلوی و فارسی اختر تنها به معنای سیاره است و ما میتوانیم اختر را به جای سیاره عربی به کار ببریم. این ادعا به دلیل هایی که آوردم درست نیست. برای اینکه بیش از این وقت صرف این موضوع نکنیم، به گفته خواجه نصیرالدین طوسی که خود اخترشناس بزرگی بوده گوش کنید: حکما پیش از این به حکم رصد، اختران را گرفتند عدد، با 9 و 20 آمده است 1000، 7 از ایشان کواکب سیار. میگوید شماره اخترانی که حکما رصد کردند 1029 است. اگر اختر به معنای سیاره بود، معنای این شعر این میشد که حکما 1029 سیاره رصد کردند، که سخن یاوه‌ای است و نصیرالدین طوسی هرگز چنین چیزی نگفته. میافزاید 7 از ایشان کواکب سیار، یعنی 7 تا از این 1029 اختر که مقصودش ستاره است سیاره اند. میگوید 7 چون خورشید و ماه را هم به حساب می آورد.
همچنین توجه کنید که در زمان نصیرالدین طوسی تعداد ستارگانی که در زیچ‌ها یا جدول‌های نجومی ثبت شده بودند تنها 1029 بوده. امروزه این تعداد به میلیاردها میرسد. همچنین میلیون‌ها کهکشان نپاهیده شدند که هر یک میلیاردها ستاره دارد. نکته دیگری که باید دانست این است که در باورهای زرتشتی زمان ساسانیان، چنان که در بندهش می‌بینیم، سیاره‌ها از نیروهای اهریمنی به شمار می‌آیند. از سوی دیگر، بزرگترین نماد شاهنشاهی ساسانی درفش کاویان یا درفش کاویانی بوده که به آن اختر کاویان یا کاویانی هم می‌گفتند، چون تصویر ستاره‌ای چهار پر از طلا بر آن نقش بوده است. اگر اختر تنها به معنای سیاره بوده، چگونه ممکن است که ساسانیان آن را که اهریمنی پنداشته می شده بزرگترین نماد کشورداری ایرانیان کرده باشند؟ فردوسی بارها اختر کاویان را به جای درفش کاویانی به کار برده است. پس تا اینجا گفتیم که در پهلوی و زبان ادبی و کلاسیک فارسی ستاره و اختر مترادف بودند. از این نکته که بگذریم، دیدیم که واژه‌های اخترشناس و ستاره‌شناس و ستاره‌شمار و دیگرها در فرهنگ ایرانی پیشینه بسیار دراز دارند و به احتمال بسیار کهن‌تر از واژه نجوم در عربی هستند. با این حال عجیب است که فرهنگستان زبان و ادب واژه عربی نجوم را که چند اشکال دارد بر اخترشناسی ترجیح می‌دهد. اخترشناسی با زبان عربی و فرهنگ ایران وارد نشده است و ایرانیان صده ها پیش از اسلام در این دانش سررشته بسیار داشتند و بزرگترین اخترشناسان مسلمان ایرانی بودند. بنابراین من هیچ دلیل قانع کننده ای برای برتری دادن واژه نجوم بر اخترشناسی نمی بینم. این برتری دادن باید دلیل های ایدئولوژیک داشته باشد. اشکال واژه نجوم تنها این نیست که ناسزاوارانه جای واژه فارسی اصیلی را گرفته. و بگذاریم از این که واژه نجوم به معنای ستارگان است، نه دانش ستارگان. مانند این است که به جانورشناسی بگوییم جانوران و به سنگشناسی بگوییم سنگها. پذیرش نجوم اشکالهای زبانی که دیگری به همراه دارد. اگر نجوم را بپذیریم، به جای اخترشناس باید گفت منجم، یعنی واژه‌ای که ترکیب ساختاری آن پیرو قاعده های زبان عربی است، نه زبان فارسی. این در واقع تحمیل زبان عربی بر زبان فارسی است، حالان که رابطه میان اخترشناسی و اخترشناس برای فارسی زبانان به هیچ توضیحی نیاز ندارد. البته این نکته ها بسیار ابتدایی اند و کسانی که کمی با کار روشمندانه آشنایند و بهتری فارسی را میخواهند آنها را میدانند. حال کمی به ریشه واژه ستاره بپردازیم. ستاره در ادبیات فارسی به دیسه استار و استاره هم آمده. مولوی: بیمار شود عاشق اما به نمیرد، ما هرچه شود لاغر استاره نخواهد شد. واژه ستاره در فارسی از فارسی میانه استار و استارک میآید، از اوستایی استر. ستاره واژه‌ای است هند اروپایی، در سانسکریت استار، تارا در هیتیت، شیتر در یونانی استر و استرون در لاتین ستلا، فرانسه اتوال و اسپانی استریا از همین واژه لاتین، انگلیسی ستار، آلمانی شترن. واژه ستاره در گویش ها و زبان های ایرانی دیسه های گوناگونی دارد. در لوری لکی آساره، در لکی حساره، در کردی کرمانجی استر، در کردی سورانی استره، در تبری اسره، در بلوچی استار، در آسی یا اوستی استلی یا استله، در تاتی استوره، در شغنی از زبانهای ایرانی کوپایه های پامیر خترچ، خترک. توجه کنید به خی آغازین که به جای سین نشسته است. ریشه واژه اختر روشن نیست. برخی آن را به اپاختر در پهلوی و اوستایی ربط دادند که به معنای شمال است. در اینجا فرصت پرداختن به این بحث را نداریم، بسیار طولانی و تخصصی می شود. به گمان من اختر دیسه صورت دیگری است از واژه ستاره.
فونم های آغازین سین و خ در زبان های هندو اروپایی به هم تبدیل می شوند، آنچنان که در شغنی دیدیم که به ستاره می گویند خیترچ و خترک. نمونه ها کم نیستند، مثلا خواهر در فارسی که با خ آغاز می شود در زبان های دیگر هندو اروپایی خ جای خود را به سین می دهد. در سانسکریت سوسر، در لاتین سرور، واژه سر در فرانسه از این واژه می آید، سیستر در انگلیسی. نمونه دیگر خور به معنای خورشید در فارسی است، در سانسکریت سین است. سور در لاتین سول، سولی در فرانسه، انگلیسی سان، آلمانی زونه. به هر حال هر چه باشد، ریشه اختر گفتیم که ستاره و اختر مترادف هم بودند، ولی همکنون در ترم شناسی دانشی نیاز داریم که به هر یک از آنها شخصیت جداگانه‌ای بدهیم تا زبانمان را توانمندتر کنیم، و این کاری است که اروپاییان با استر، استر، استار و اتوال کردند. اخترشناسی پس از کشف تلسکوپ در صدی 17 و کشف قانون‌های گوناگون فیزیکی پیشرفت‌های بسیار سرسام‌آوری کرده است. امروز اخترشناسان اختران را نه تنها در نور مرئی یا دیدنی، بلکه در طول موج‌های گوناگون تابش برق مغناطیسی یا الکترومغناطیک مطالعه می‌کنند که نور بخش کوچکی از آن است، از پرتوهای گاما گرفته تا موج‌های رادیویی، و به تازگی افق بسیار شگفت‌انگیزی به روی آنان گشوده شده است و آن نپاهش موج‌های گرانشی یا جاذبه است. در گذشته اخترشناسی تنها حرکت ستارگان و سیاره ها را مطالعه می کرد، همکنون ویژگی های فیزیکی و شیمیایی اختران را می پژوهد. اخترشناسی و فیزیک آنچنان در هم تنیده اند که بخش بسیار بزرگی از اخترشناسی را اخترفیزیک، استروفیزیکس می نامند. این واژه اخترفیزیک را هم نخستین بار نزدیک به 50 سال پیش دانشجویی که در دانشگاه تهران فیزیک می‌خواند به کار برد، در مقاله‌ای که در مجله سخن علمی به سردبیری زنده یاد پرویز شهریاری منتشر شد. قبلا به آن فیزیک نجومی می‌گفتند. موضوع مطالعه اخترشناسان همکنون بسیار پرشمار است، از جمله ستارگان، سیاره ها، سیارک ها، دنباله داران، ابرهای مولکولی، فضای اندراختری، کهکشان ها، خوشه های کهکشانی، سیاهچال ها، کیهان شناسی، گیتی، پولسار ها، کواسار ها، ستارگان نوترونی، ستارگان پیر، ستارگان جوان، ستارگان پرجرم، میخ ها و بسیاری موضوع های دیگر. هر یک از این موضوع ها به شاخه های گوناگونی تقسیم می شود. هر اخترشناس یا اخترفیزیکدانی تنها در یکی از این رشته ها تخصص دارد. این رشته ها را می توان اخترشناسی سیاره‌ای یا سیاره شناسی نامید، اخترشناسی کهکشانی یا کهکشان شناسی، اخترشناسی ستاره‌ای یا ستاره شناسی و بدین سان دیگر رشته ها. پس می‌بینیم که همکنون در ترم شناسی پرسون دقیق دانشی میان اخترشناسی و ستاره‌شناسی تفاوت می‌گذاریم. اخترشناسی واژه‌ای است عام. ستاره‌شناسی آن بخش از اخترشناسی است که به مطالعه ستارگان می‌پردازد، و ستاره تعریف دقیقی دارد. توده انبوهی است از گاز که در آن واکنش‌های هسته‌ای روی می‌دهند. شاید بد نباشد به یک واژه دیگر هم اشاره می‌کنیم، و آن استرولوژی است که در عربی به آن نجوم و تنجیم و علم صناعت احکام می‌گویند. در گذشته‌های دور اخترشناسی و استرولوژی در هم آمیخته بودند، ولی امروزه می‌دانیم که استرولوژی چیزی جز خرافه و دروغ نیست. این واژه از یونانی می‌آید، از استرو اختر و لگین گفتن، یعنی اخترگویی. و جالب است که ما در فارسی واژه اخترگویی را داریم درست به همین معنا. مولوی میگوید اسب کش گفتی سقط گردد کجاست، کور اخترگوی و محرومی زراست. و در اینجا سخن امروزم درباره تفاوت میان ستاره شناسی و اخترشناسی پایان می‌یابد.